سلام رفقا من دانیال سعادتی هستم اینجا پی پی زی پادکسته. امروز یه مدل و اینفلوئنسر موفق پیشمونه پارمیدا ماماغانی پارمیدا چطوری سلام دانیال س... سلام, علیکم. سلام به همه کسایی که دارن این برنامه رو نگاه میکنن و مرسی از اینکه منو دعوت مرسی از تو واسه افتخار برام مرسی ده که ده اومدی خیلی دوست داشتم بشینیم صحبت بکنیم به خاطر اینکه اصلا داشتم چند روز پیش که چند سال همو میشناسیم و اینا هر چی برمیگشتم به گذشته به سر قضیه نمیرسیدم و اینکه چون خیلی سال میشناسمت و میدونم که چه جوری تلاش کردی واسه زندگیت واسه کارت خیلی دوست داشتم بشینیم صحبت بکنیم مطمئنم حرفای خیلی خوبی میتونیم بزنیم با هم دیگه چه خبر همه چی اوکیه کارو بارا چطوره بعد نیست یه سه چهار ماه که هممون از کار زندگی افتاده بودیم مم. ولی الان داره بهتر میشه و امیدوارم همجوری که کار ما داره بهتر میشه هر روز وضعیت ایران هم هر روز بهتر بهتر بشه انشالله. انشالله. باره دوستم اول از این بیوگرافی شروع بکنیم از خودت اینکه چند سالته چند تا خواهر برادر داری تو چه سبک خانواده ای بزرگ شدی چند سال خارج از ایران داری زندگی میکنی چه سبک خانواده ای منظورت چیه؟ ببین مثلا با... یکی توی خانواده مذهبی بوده یکی توی خانواده اوپن ماینی بوده یکی خانوادهش هنری بودن یکی فرهنگی بودن من دو تا برادر دارم یه برادر کوچیکتر یه برادر بزرگتر از بچگیم با مامانم زندگی میکردم و فکر کنم توی خانواده بازی بزرگ شدم که همیشه بهم اجازه داده شده که هر هرجوری دوست دارم تصمیم بگیرم و مامان من همیشه سعی کرد تا اینکه بهم بگی بکن نکن پشتم باشه و بذاره تجربه بکنم بهم بگه پارم دا این کار اشتباهه من بهت میگم انجام نده ولی اگه فکر میکنی میخوای انجام بدی من ساپورتت میکنم ولی بذار منم تو این قضیه پشتت باشم تا حداقل اشتباهی مه... که داری میکنی کوچیکتر باشه چون که میدونست اگه بگه نکن احتمال داره که خیلی اتفاقای بدتری بیفته <تصح> یواشکی بکنم همیشه آره کسی بوده که فکر میکنم خیلی مهم بوده این داستان تو بزرگ شدن من <تصحیح> خیلی که نرفتم سمت خیلی چیزا بعد متولد 1372 هستم اسفند هفت اسفند مامانت خیلی واقعا تاثیرگذار بوده و اینکه یه چیز باحالی که هستش حالا من فکر میکنم یا خیلی به تو اعتماد داشته که تو کار اشتباهی نمیکنی که میدونی پوشت کرده یا اینکه میومده که جمع جور کنه قضیه رو کدومش بیشتر بوده تو فکر نمیکنم خیلی آدمی بوده باشی که مثلا گن زده باشی و مثلا چه میدونم کار فاکتاپی کرده باشی اتفاقا من آدم شیطونی بودم از بچگی ولی شیطون باهوش بودم مم. و این باهوشی من این نبوده که بگم وای من خیلی باهوش بودم این بوده مم. که چون همیشه همیشه میدیدم تجربه داشتم مثلا چی بهت بگم از ده سالگی یا سالگی اجازه داشتم با دوستان برم بیرون مم. مثلا اینجوری بوده که مامانم میبرده میذاشتم مثلا رستوران کافی شاپ میومد دم رستوران دنبالم ولی اجازه میداد تجربه کنم معاشرت با آدم ها رو واسه خیلی چشم و گوشم باز بود مم. یعنی میدونستم که دارم چیکار میکنم واسه هم یه سنی که رسیدم که همه دختر نگر نمیدن که ازشون سوء استفاده نشه وای الان حالا چه میدونم چه دوستی با پسر باشه چه هزار تا اتفاق دیگه من میدونستم چه خبره میدونستم که آقا اگه این اتفاق بیفته ممکنم از تو استفاده بشه من از بچگی بهم گفتن یاد گرفتم میدونستم هر چیزی تا شدی خوبه تا شدی بده همین باعث شده بود که باهوشتر و عاقلتر از بقیه بچه ها باشم فکر میکنم آره فکر میکنم این که مامان من اجازه داده بود که من تجربه بکنم و میدونی یه جایی هم این اشتباه ها. یعنی زیادی آزادی هم به نظر من اشتباهه آره، من آره. اون زیادی آزادی نداشتم من مثلا اینطوری بودم که هر لحظه بعد گزارش میدادم کجا ولی خب اجازه داشتم برم در صورتی که مامانم خبر داشته باشه مثلا آره. به من میگفت میگفتم داریم میریم بیرون مثلا این چند تا دخترن چند تا پسر بعد مثلا چه میدونم این پسرا کیان چیان خانوادهشون کیان چیکار میکنن یعنی با هر کسی اجازه نداشتم معاشرت کنم آره. آره. ولی نبود که پسر تو جمعتون نباشه تو گوشم میدادی می حالا اگه مثلا میگم نه رو نکن گوش میدادی یا نه ببین من احساس میکنم چون بهش اطمینان داشتم مم. آره گوش میدادم مثلا بهم گفتش که پار میدا با این آدم رو بیرون به خاطر اینکه آدم به نظر من آدم درستی نمیاد <متصفح> مثلا چیزایی که ازش شنیدم حالا خیلی آرام میدید معمولا مثلا قرار اول دوست داشت بیاد 5 دقیقه با کسی که من باش میرم بیرون صحبت کنه مامان تو 5 دقیقه تو اونستم بچم مثلا همون موقع نمی گفت دستتو بگیرم برو مثلا گفت 10 دقیقه بری زود بیای من میرفت تو ذهنم که مثلا این گفت 10 دقیقه برو حتما این آدم درست بیشتر حواسمو جمع میکرد مثلا طرف چی میگه چی ها نمیگه تو اون 10 دقیقه بیشتر حواسم جمع بود دقیقاً واسه همین آره گوش میکرد چند ساله که اینفلوئنس میکنی و اینفلوئنسر شدی چند سال شدن و خیلی سال شروع کردی ببین اول تو ایران برم پایین پایین پیج من من بیشتر مدل عروس میشدم مدل میکاپ میشدم و بیشترم تو عروس بودم یعنی کاری که مدلی که میشدم عروس بود که خیلی تو هم موقع کاری خیلی سختیه. تو ایران خب ترند بود دیگه کلا و اون موقع بیشترین چیزی که میتونستی پول لر بیاری تو شاستشو بخوای همین مدل عروس بود چون میکاپ آرتیست از عروس پول می آورد دلیبا. و حاضر بود به تو پول بده که تو بیای عروس بشی که بتونه از اون عکس پول لر بیاره مم. Uh, و سعی منم بیشتر مدل عروس می و اون موقع خب جالب بود تو ایران دیگه مثلا عکسامون رو میذاشتیم مثلا می چیکار میکن پرس کاری امروز رفتم سر کار عکاسی و اینا تا اینکه اون موقع خاصن اینطوری نبود که از اینستاگرام بشه استفاده کرد برای اینکه در یعنی از خود اینستاگرام نمیشد درآمدی داشت ما عکسامون رو میذاشتیم مثلا میکاپ به عنوان آلبوم نگاه میکرد دقیقاً و اون موقع استوری اصلا نبود یعنی این نبود اون موقع عکسای شما بیشتر آلبوم فیزیکی میشد طرف چاپ بگم مثلا تو و آره. اینطوری بود ولی بعد که رفت جلوتر این قضیه که خود اینستاگرام این فضا رو به تو داد که آقا بیا از اینجا پول در همچون که تو داری مثلا زحمت میکشی منم یه چیزی به تو میدم به تو اجازه میدم که حالا تو بیای درآمد داشته باشی ام. دیگه از همون موقع ما فهمیدیم چی به چیه و میشه یه کار کرد شروع کردیم تو ایران کار خواستی که نمیشد کردون اون باز الان آره. که کار که ولی کم و بیش بنویسیم از زندگیمون چیکار میکنیم چیکار نمیکنیم خود مخاطب ببنید. ماهایی که اولا شروع کردیم ما این مسیر رو انتخاب نکردیم که بریم اینفلوئنسر شیم این مسیر ما رو انتخاب کرد آره. یعنی ما داشتیم این پلتفرم رو و حالا ام. به ما گفتش که یعنی خود اینستاگرام ما رو انتخاب کرد حالا تو که اینستاگرامت قدیمیه میتونی پابلیکه بیا اینفلوئنسر بعد اصلا به تو این قضیه خیلی میومد من یه خاطر خیلی جالبی دارم امیر تو هم گوش کن من یه بار با یه پروسه تبلیغاتی ما داشتیم و اینا داشتیم یه ویدیویی میساختیم بعد سه تا مدل داشتش اون ویدیو یعنی یه جورایی هم مثل مجری بودن همین که مدل ویدیو بودن بعد یکیشون پارمیلا بود دو نفری هم نمیخوام اسمش بگم چون خیلی خیلی گند زدن اون روز بعد ما یه از صبح تا شبی داشتیم با اونا مثلا دو تا دیالوگ رو رکورد میکردیم بعد پارمیدا دیر رسید منم استرس گرفته بودم نور داشت میرفتش بعد ما چون توی ایران خیلی لوکیشنش رو بالا پشت بوم یه برجی داشتیم چیز میکردیم بعد من هم استرس که بودم یه زنگ میزنم پارمیدا کجایی کجایی بیا نور میره گفتم الان میخواد ده ساعت طول بده بگه دیگه بعد پارمیدا اومد من تو پارکینگ رفتم از تو پارکینگ برجه بیارمش بالا مثلا ده طبقه اینا تو آسانسور تو پارکینگ دادم متن دستش <تصح> <تصح> همینجوری خوند خون خون بعد واسه با من حرف خب چه خبر چیکارا میکنی و او اینا اونا رو خوند ما رسیدیم بالا خب دو دقیقه تقریبا گذشت پارمیدا اومد جلوی دوربین وایسادی بکنم حالا نمیگم یه بار که بخوام اقراقم کرده باشم ولی تو دو یا سه بار ماکسیموم و مسئله رو گفتی و گرفتیم تموم شد یعنی دو نفر رو ما از صبح گرفتیم پارمیدار واقعا تو ده دقیقه گرفتیم .شو اینا. و اون موقع من خودم انقدر اطمینان نداشتم به اینکه تو فن بیانت و اینکه انقدر خوب میتونی حفظ کنی سری بگی و اینا و یعنی از اون موقع اینو داشتی تو قشنگ و واقعا اینکه میگی این اینفلوئنسر اینفلوئنس influence ما رو انتخاب کرد واقعا همینه من بچه که بودم تو مهد کودک همیشه پریستانی خاطر مامانم تعریف میکنه میگه که خب مثلا ما چهار پنج سالمونه مهد کودک که میریم فکر کنم واسه ایدا او یا یه مراسمای خاصی میان یه جشن میگیرن که مامان بابا رو دعوت میکنن و معمولا تو این جشن ها برنامه اجرا میشه حالا مثلا نمایش اجرا میکنن بچه ها سرود میخونن و سخت ترین کار این بود که یه نمایش رو که میخوان اجرا بکنن کی مجری بشه کی بیاد قصه گو بشه و همیشه اون من بودم چون مامانم میگه مثلا اینطوری بود که تو شیطونی میکردی من این متن رو دو بار میخوندم تا همینجور اسباب بازی رو بازی میکردی برای سوم میگفتم تو بگو مثلا میگفتی یکی بود یکی نم گفت رو کامل میتونستی بگی اینا فکر کنم از همونجا میاد آره. که از بچگی یاد گرفته بودم که عادت کرده بودم که از رومت مثلا حالا موقعی که من نمیخوندم مامانم آره. بخونه و کتاب خوندنم هست داشت من خیلی رمان میخوندم و بچه مثلا هری پاتر و اینا هری آره پاتر این رو که <تصف> میتونی بنویسیش دوباره یه بار <تصف> <تصف> خب پس فکر کنم الان حالا چیزی که من از تو میشناسم و این خاطری ای که تعریف کردم فکر کنم تو تا تقریبا تازه شروع کرده بودی فکر کنم مثلا برمیگرده به 8 سال پیش 8 سالش که من میدونم فکر کنم همون تایما حدودا 8-9 سال پیش شروع کردی دیگه اینفلوئنسو تقریبا درسته ببین 8 9 سال پیش که نه فکر کنم مثلا خیلی قدیم آره آره ولی 5 سال اول اینستاگرام و... که دیگه آره, آره. مثلا میشد کار کرد دقیقاً توامیده با شناختی که من ازت دارم تو این همه سال تو این سالی ای که میشناسم تو خیلی دختر پر تلاشی همیشه بودی هستی خیلی پیگیر کار میدونی و اینکه واقعا واسه کارت داری تلاش می‌کنی حالا راجب سخت های کارت هم صحبت میکنم چون حالا اینو میگیم یه میگم بابا کار نمی کنه گوشی مثلا گرفته دستش و اینا حالا به اونم میرسیم ولی میخوام بدونم این پرتراش بودن این انگیزه این هدفهایی که واسه خودت همیشه من پله این میذاری و سعی میکنی بری سمتشون از کجا میاد چرا مثلا حالی یه سری دختر هستن اصطلاحا نه همه بعضی از دختر اصلا بهشون میگن آویزون طرف نه کاری میکنه نه دنبال چیزی نه هدفی داره نه هیچی مثلا تو هم الان میتونه بگه من شوهر کردم خب دراز در میکشم مثلا جلو تیوی از فیلم میبینم مثلا شوهرم میره کار میکنه میاد تیپیکالیه که خیلی انجامش میدن ولی چی میشه که تو نمیکنی این کار رو تو تلاش میکنی حالا میگم به سختی میرسیم فقط فعلا راجع این سایدش با هم صحبت کنیم فکر کنم که بودای مختلف داره یکی این که من خیلی آدم بلند پروازیم و دوست دارم به چیزایی که میخوام تو زندگی برسم من میدونم که آقا من اگه این ماشین رو میخوام قرار نیست کسی از آسمون بیاد بسن بگیره و هیچ هدفم این نبوده که اوکی که از تو برو واسم بخره ازدواج کنم که شوهرم بره واسم بخره چون به نظر من هر چیزی که کس دیگه ای به تو بده واقعی نیست پدرت مادرت شوهرت این واقعی نیست چیزی که تو به دست دهیا. میاری اونه که واقعیه و خیلی هم بیشتر لذت داره دلیبا. یعنی نشستن تو ماشین که تو واسه بز... ببین من همیشه این چیزو میشنیدم آه. شاید همم هم که الان بشنوم بگن مثلا این یه حرفه ولی اونایی که بهش رسیدن م. میفهمن که این واقعیته دلیبا. یعنی تو بخوابی برات ماشین بیارن بری بی سوارش بشی بهترین ماشین دنیا باشه مال تو باشه هیچ وقت قدرش رو نمیدونی تا ایم. برای لحظه به لحظهش تلاش نکرده باشی و من میدونم اگه بخوام به اون لذت برسم باید این سختیه رو بکشم اون اول که مهاجرت کرده بودیم و اینا خب من حالا اونقدری پر تلاش نمودم فقط مهاجرت کرده بودم حالا ببینم چی میشه چی نمیشه و اینا و تو یه حرف خیلی جالبی یه سری زدی گفتی که من هر چقدر بیشتر کار میکنم بیشتر خستم بیشتر لذت میرم از زندگیات پیش خواهم گفتم با, با مثلا این تو خیلی دیوونه هست مثلا میگه من بیشتر خسته میشم دهنش داره سرویس میشه از شیشه صبح میشه میدوه این و بر بعد میگه من دارم لذت میرم به تو چه لذتی داری میبری بعدا بهش رسیدم بعدا که فهمیدم اوکی من اگه میخوام به هدفم برسم اگه به فکر آیندم به فکر زندگی من باید پرتلاش باشم باید سختی هم بکشم و اون حرفت خیلی اون من جالب بود اصلا این یعنی چی واقعا من خیلی دوست داشتم اینو واسه یه بار باز کنی که تو جوی لذت میبری من اصلا زندگی که بخورم بخوابم هیچ دقدقه ای نداشته باشم حتی اگه تو بهترین خونه و نمیدونم بهترین لباس ها رو داشته باشم بهترین شرط باشم و دوست ندارم مم. اصلا اون زندگی واسه من خسته کننده است من دوست دارم تلاش بکنم اصلا من دوستم سختی بکشم من هرچی لول کارم میره بالاتر سختتر میشه بیشتر خوشم یعنی شبایی که سرم رو میزم بالش چشام میره اون روز بهترین روز من بوده یعنی روزایی که انقدر مشغله کاری دارم که کسی نمیتونه با من حرف بزنه مثلا همه میبینن حالا مثلا تونتون تون دارم کار میکنم میدوم میرم میام مثلا همه میگن آخه مثلا چقدر امروز خسته شد ولی مامانم و کیارش میدونن که امروز بهترین روز پارمیداز پارمیداز آره مغزی خیلی حالش خوبه که داره اینطوری کار میکنه دقیقا من فکر کنم منتالی خودم رو قانه یعنی قانه کردم که پذیرفتم منتالی اینو که آقا تو این زندگی قشنگی زندگی خوردن خوابیدن نیست, نیست دقیقا. قشنگی زندگی سختی کشیدنه و پیشرفت کردن دقیقا پیشرفت آفرین در که همه فهم میکنن قشنگ زندگی اینه که تو تا یه حدی پیشرفت کنی به جای برسی بعد دیگه شغل کنی بیافتی بیافت. در که نه واقعا اینه که تو پیشرفت کنی هی بری جلوتر بعد یه چیزی که توی تو خیلی جالبه واسه من این که تو آدم استرسی هم هستی خب ولی آدمایی که معمولا استرسیان وقتی استرس میگیرن میترسن وقتی میترسن مغزشون دیگه جواب نمیده و نمیتونن یه کاریو پیش ببرن ولی تو کارتو پیش میبری و انجام میدی خب یعنی اینکه تو میای استرس ها رو کنترل میکنی و این یه مشکل خیلی بزرگه تو اکثر آدما که نمیتونن کنترل کنن تو مواقعی که استرس میگیری حالا کاری هر جوری چه جوری خودتو کنترل میکنی چه جوری میدونی یه دری روش میذاری و میری دنبال ادامهش. فرق آدمایی که موفق میشن، با آدمایی که موفق میشن، این نیست که اونایی که موفق میشن نمیترسن یا استرس نمیگیرن. فرقش اینه اونام میترسن، اونام استرس میگیرن، ولی باهاش مقابله می مدیریتش مدیریتش میکنن. مدیریتش میکنن. هیچ کس نیست که از اول شروع کنه بره 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 بالا موفق شه همه یه جایی میگن خب دیگه اینجا اینجا به بعد دیگه میشم خیلی سخت شده ولی اونی که پا میشه فرقش اینه که موفق میشه با اونی که هی، 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 یا هیچ که هیچ وقت شروع نمیکنه که کاری نداری ما در رابطه کسایی شروع میکنیم که شروع میکنن ولی یه جایی به بعد دیگه ادامه نمیدن م. من خودم هنوزم دانیال یه ذره استرسی هستم آره از تو انسان یه ذره بیشتر از بقیه م. ولی الان چه جوری کنترل شما تو اون لحظه‌ای که دیگه استرس داره میره بالا و دیدم. امکان داره مختل کنم دیدم, کمکی بهم به نمی‌کنه. نمیکنه یعنی اون جایی که من دیدم که پار میده تو الان فقط این استرسی که گرفتی فقط داره همه رو بدتر میکنه کمک ام. الان تو مثلا استرس کمکی کرد به شرایط نه. یعنی جوری شده بود که ببین جوری بود که مثلا ما خونه میرفتیم بیرون همیشه مدارک با کیارشه ام. مثلا پاسپورت و کیملی ما خونه می بیرون کیارش کیف پولش رو باز میکرد کرد کیملی که من تو کیف پول کیارش نبود منو و کیارش با هم دعوامون می من به کیارش گفتم مدرک به این مهمی کجاست یعنی به کیارش می اون لحظه من انقدر حالم بده انقدر استرس دارم هیچی نبود من جوی شده بود که دو سه روز پیش ما رفتیم خون بدیم واسه زلزله زدا برگشتیم کیارش داره کیف پولش رو باز کرد ببین یوزم کیارش مثلا سفید شد نه کیم با کیمله نیست بزن نگاش کردم گفت <تص> <تص> سری شروع کرد زنگ زدن اینور گفتم که ما هم داریم مسافرت آقا بعد یه اینطوری کردم گفتم که اوکی چرا الان هولی و من نه که... خب کاری از دستم بر نمیاد دست تو هم بر نمیاد بخواد باشه هست بخواد اه. نباشه حالا من تو شلوغ کنیم و به اینجا رسیدم که حالا من لحظه داد بزنم حالا با دعوا کنم چی میشه آره خودت تو بیشتر اذیت کمکی آره. و اونجایی که دیدم خیلی بهتره که باش مقابله کنم دیگه فهمیدم که باید باش مقابله کنم چه با حال من دقیقا چند با یه خانومی داشتم صحبت میکردم این خانمم خانم موفقی است نشون از ماها بیشتر بود و همین چیزی که تو گفتی و گفت منظورش یعنی چیزی که فهمیدم از تو اینه که منظور اینه که تو بر اساس تجربه ای که به دست آوردی دیدی آقا مثلا اوکی دو بار یه چیزی دیروزود شده تو استرس گرفتی ولی در نهایت کار انجام شده آدم نمیمیره که اصطلاحا هم میگن آدم نمیمیره میره که وقتی نمی نمی میبینی نمیمیری دیگه چیز میشه اوکی آقا سخت نگیرم اوکی باشم یعنی فکر کنم دیگه متوجه شدی که استرس کمکی نمیکنه اوکی پس بیام باش مقابله کنم حداقل ریلکس سر باشم با مغز باستر سر بتونم مثلا ادامهشو برم حداقل کار درست انجام بدم بهشون بگم فکر کنم خیلی کمکشون کنه آقا جایی که میبینی از دستت کاری بر نمیاد هم. دیگه ناراحت نباش به خاطر اینکه از دست تو دیگه ببین همیشه سعی کن تو جایی که میتونی مثلا چند وقت پیش من دانیال عکاسی داشتیم من رفتم میکاپ کردم اومدم لباس تنم بود بعد دانیال تو ترما رسید تو لوکیشن بعد من رو که زدم گفته بود 35 دقیقه ولی ترافیک های... ترافیک استانبول افتضاحه ما یه ساعت و 40 دقیقه تو راه بودیم من که رس... داشتم میرسم به دانیال دیگه نور داش میرفت نیم ساعت بود دانیل گفتم دیگه نور رفته نیا ببین من یه لحظه صبح پا شدم رفتم میکاپ آره کرد ببین یه لحظه در ماشین رو باز کنم خودم پارت کنم <applause> پای میخواستم فقط خودم بکشم ولی یه به خودم یه اینطوری که گفتم الان خودتو بکش آره چیزی دیگه. الان آفتاب میاد بالا تو خودتو بکشی یه نفس عمیق کشیدم گفتم تو این زمینه کاری از دست من بر نمیاد آفتاب رفته و هیچ جوره بر و تموم شد پایم یه نفس عمیق بکش درس عبرت شه دفعه بعد دو از زودتر برو میکاپ آره. یعنی تنها کاری که تو میتونی بکنی تو لحظه آره. که تجربه پیدا کنی سریا بعدی هیچ وقت واسه چیزی که دستت دست کاری بر نمیاد ناراحت نباش و سخت نگیر به خودت من خودم هم روز در خدایی ریلکس بودم دیدی گفتم دیگه آره اینجوری شده بلش کن نه یا این اصلا دور بزن چون منم گفتم آقا در حالا که چیکار کنیم من خب دیگه بکشیم خودمون رو حالا آره میریم سر... انرژیمون رو جمع میکنیم واسه یه سری دیگه بعد پار در بهتر شد چیزی چیزی بهت گفتم همونجا اونجا گفتم یه قسمتی دوش بوده شاید اصلا عکسامون خوب نمیشد و حالا خیلی پرجنا میخوام باز بکنم که حسر سر برشه ولی اگه ما میرفتیم اونجا اون کاری که میخواستیم بکنیم شاید اصلا واسمون درد سر هم میشدش و واقعا قسمت بودش در رابطه با ترس چی چون تو هم آدم دل و جرأت داری هستی همین که میدونم حتما تو هم ترس میاد سراغ دیگه با ترس چجوری مقابله میکنی به دختر این پادکست کی میاد بیرون چون میخوام یه چیزی بگم توش که الان هنوز اعلام نکردم فکر میکنم اون تایمی که شما میخواین چیز کنیم تا نه, نزدیک باشه بهش. ببین من یه بار 17 سالم که بود مهاجرت کردم رفتم دبی یه مدت دبی زندگی کردم برگشتم ایران بعد دوباره ازدواج که کردم بعد یک هفته کاملا یهویی هویی رو جمع کردیم بدون برنامه ریزی فکر کنم مثلا یه،, یه هفته از خونه رو چیدی اصلا فکر مهاجرت نداری چون یه هفته با یه چمدون اومدم استانبول و اینجا زندگی ما ساختم سه سال از صفر زندگی ما ساختم از خونه ای که یه خونه ای خیلی کوچیک بود مثلا تو یه جای مثلا تر استانبول اومدیم مرکز استانبول یه خونه بزرگ گرفتیم یه جای خوب ساختیم دیگه از صفر ساختیم الان برندای اینجا رو میشناسم کلی آدم میشناسم کلی دوست دارم قشنگ جا افتادم اینجا الان واسه من همه چی عالیه چند وقت که با چند تا باشگاه تو دبی صحبت کرده و این باشگاه که رو خواستن چونکه کیارش تو دبی خیلی بهتر میتونه کار کنه چون خیلی. که میتونه مجوز کار داشته باشه ما اینجا مجوز کار اجازه کار نداریم یعنی کیارش میتونه خیلی باز شاگرد ببره باشگاه همینجوری خصوصی مجبور کار کنه و مثلا عزیاتش زیاد میکنه ولی اونجا اجازه داره با اون اجازه کار حال شرکتی که ثبت میکنه شاگرد بگیره راحت ما الان مجبوریم مهاجرت کنیم دوباره یعنی ما مجبور بعد سه سالی که ما جا افتادیم تو استانبول باز زندگیمون رو جمع کنیم بریم یه کشور جدید و اول از همه اینو بهت بگم که تمام اینا تخصیل <applause> یا حالا خواستید بوق بزارید؟ که ماها هیچ پایگاه درستی نداریم من نمیدونم خونم کجاست من خونم ایران استانبول اگه استانبول الان شب برم دبی چا نمیشم برم ما, ما هیچ وقت نفهمیدیم مال کجاییم چون همیشه دیگه چمدون دستمون بوده این بریم هر جایی که بتون کار... ما واسه چی الان داریم از استانبول میریم چون نمیتونیم کار کنیم ترکم که ما توریستیم اجازه کار نه ما فقط دنبال یه کردیم. خیلی مسخره است که کار, 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 کنیم. کار کنیم مثلا نمیخوایم بریم پارتی کنیم ما میخوایم فقط کار کنیم زندگی سالم زن و شوهر بعد من, من الان دوباره با همش ول کنم برم دبی من خیلی ترسیدم دو تا راه داشتم ببین دوبه واسه کار کیارش پیش رفته واسه کار منم پیش رفته ولی یه جایی به خودم گفتم بابا ول کن اگه نشه چی اگه آره. نشه تو راه برگشت به استانبول نداری چون اجاره خونه ها یه جوری شده که الان این خونه نگرداری شب بتونی دو سالی دقیقا. بری بیای دیگه نمیتونی پرواز میکنه من میتونم دو تا کار کنم به خاطر ترسم بمونم استانبول مم. و همینجوری چون شرط خوبی ناکون. که دارم بمونم یا اینکه ریسکش رو بکنم با ترسم مقابله کنم برم دوبه و پیشرفت کنم اینجا اون ترسه که تو داری میگی دقیقا جاییه که به من غلبه میکنه میگه پارم ولکن کن زندگی تو داری خونه تو همه چی خوبه ولی من همیشه همین میمونم استانبول جای پیش برندای بزرگ رو نمیتونن مثلا من الان با دو تا برند خیلی خوب اینترنشنال بتونم کار کنم ترکیه اجازه ورود نمیده به محصولات آره. ولی ت... یا باید ترسم من همیشه که اصلا نگه داره یا باید برم دوبه... دوباره از صفر شروع کنم دوباره خونه کوچیک ولی دو سال دیگه به که دوست دارم اصلا یه بزرگی هستش که یه حرفی میزنه میگه که هر موقع دیدی همه چی خیلی ایداله بدون وقتشه که دیگه باید تغییر مسیر بدی یعنی همه چیزی خیلی ایداله مثل یه آب یه چشمه آب زلالی توی چشمه که همونجا مونده خب اوکی الان ایداله ولی دو سه سال دیگه اون آب همونجا میگنده راکت میمونه و میگنده و همین تو دوباره باید یه مسیر واسش باز کنی و این آب رو در واقع بندازی به, به جریان و این چیزی که میگی کاملا درسته چی شد پار بود اصلا ازدواج کردی چون که خب اون تایمی که تو ازدواج کردی سنت کم بود حال خیلی هم کم نبود ولی زیاد هم نبوده شو اینا چون الان هم خیلی همه دیر ازدواج میکنن مم. اصلا چی میشه یه دختر تو اون سن با اون موقعیت کاری که داره دستش تو جیبشه نمیدونم روپای خودشه میره این ور، اونور اون بر. میتونه اشغال بکنه زندگی بکنه بیو تصمیم اصلا ازدواج بکنه یعنی آدم میخوام بدونم به چه نقطه ای میرسه که ازدواج من اصلا میاد تو زنگش. نمیخواستم ازدواج کنم یعنی هیچ وقت تو ذهنم این نبوده که اصلا بخوام ازدواج بکنم و مسخره میکردم اصلا تو سن پایین ازدواج کردن و اصلا یه چیزی میتونستم <applause> که اصلا زشت واسه دختر میگفتم تو این دور زمونه تو باید کار کنی باید پیشرفت کنی نمیدونم یکی دوست داره درس بخونه اصلا که چی حالا ازدواج کنی <applause> دوست پسر تو بگی برو با دوست پسر زندگی تو بکن و همینم بود من با کیارش دوست شدم شروع کردم باش زندگی کردن یعنی موو کردم خونه کیارش با هم زندگی میکردیم ببین تو ایران یه ذره این سخته اصلا من یه دونه ویدیو میخوام بگم تو یوتیوب خودم راجع این موضوع صحبت کنم تو ایران یه ذره سخته با هم زندگی مم. کردن چون آره. یه سری کار قانونی هستش مثلا ما همسایه ها احساس میکردیم مثلا همسایه ها دیده بودم میرفتیم میمدیم دو همسایه مثلا مذهبی داشتیم گفتیم نازم میزنم به پلیس بگن یه دختر پسر اینجا زندگی میکنه واسه همون میشه میخواستیم بریم مسافرت کیش و اینا هتل بگیریم نمیذاشتن ما با هم توی اتاق باشیم چون آره. زن و شوهر نبودیم یا مثلا خیلی کارا هست تو میخوای بکنیم بیشتر کار قانونی یعنی بیشتر ما این بود تو ذهنمون که ب... راحت باشیم یعنی راستش رو بخوای. آره اصلا نبود که ازدواج بکنیم بیان. راحت برین برین هر جا میخوایم بریم بیایم برام هتل و خب خیال خانواده هم راحت باشه دیگه. دیگه حالا مثلا من مامان خودم دوست نبا که میگم مهم... من هم اوکی بودن تو همه ولی مامان من دوست نداشت مم. من با کیارش زندگی کنم میگم این جلومو نگرفت من رفتم و زندگی کردم ولی راضی نبود هر شب بهم تکست میداد یعنی چی رفتی داری باهاش زندگی میکنی اه. مگه ما تو این خونه برای تو چی کم گذاشتیم نه, هر وقت دوست داشتی میرفت چرا وسایلاتو بردی چرا خیلی اذیتم کرد اون هم مثلا چیز مغزی درست کرده بود گفتم بذار راحت باشم دیگه اه. واسه یه راحت تر قصد اون ازدواجه نبود ولی چون داشتم باید زندگی میکردم اینطوری بودن که همینه دیگه مثلا چه آره. داره آره دیگه ازدواج هم بکنیم حالا یه, یه چیزی هم بنویسیم باز همینه. همینه و من از اینم بگم خیلی و حالا همونم هست واقعا یا نه اینو میخوام بهت بگم اول از همه حالا اصلا حرف قشنگی نیست ولی آدم زندگی نمیدونه چیه من ام. از طلاق گرفتن نمی ترسیدم یعنی مامان من ازدواج کرده بود جدا شده بود من میدونستم که آقا اگه من ازدواجم بکنم احساس کنم به اشتباهی جدا میشم نه کسی من آره. میگه چرا جدا شدی نه خودم به خودم میگم چرا طلاق گرفتی نه شکستی میخورم توی زندگی وای من یه خانمی ام که طلاق میگستم طلاق واسه من دلیقا. یه خیلی نورماله پیش خودم میگفتم که پایم امتحان کن حالا که دوست داری بایدم ازا تهه تهش نشو جدا میشی این آره. آخرت نیست واسه تو تموم نمیشه خداش رو این تابو طلاق هم دیگه شکسته شده شکست شکست آقا آدم میان در کم زندگی میکنن نمیتونن جدا میشن دیگه حالا چیز گنده نیست چیز عجیبی نیستش واسه همین واسه من تابو نبود به این فکر میکردم که اگه یه درصد نشد میشم جدا شم ببین که میگه همین بود یا یعنی نه آقا بچگی به ما میگفتن که طرف وقتی ازدواج کنیم فرق میکنه خیلی به دختر ایرانی اینو میگن که میگن که فکر نکن الان این دوست پسر خوبی ازدواج کنی دقیقا. خرش که از پل بگذره میدونه باها چی کار کنه و من دقیقا. صوبی که بیدار شده بودم ترسیده بودی بعد بدترین روز زندگیم بود یعنی من صوب که عرض کرده بودم چشم باز کردم حالا فکرم مثلا یک سال بغل هم چشم باز کردم اینجور بودم الان یکی, یکی بزاره تو ولی واسه ما هیچی که بدتر نشد همه چی روز به روز بهتر, و بهتر و بهتر, شد. و, بهتر شد. شد. و انقدر قشنگتر شد یه اطمینان خاطری داری میدونی دوستی حالا شاید تو ایران اینطوریه دوستی اون محکمیه رو نداره امیم. یعنی مثلا تش اینطوری آره. که جمع کنم میرم خونه بابا مثلا تو چی میگم مثلا دقیقا. یه ته ذهنت یه جوری تعهد نداری به تعهد داری ولی ولی چون تو مغز ما ایرانیا کردن آره. که تعهد همه چی نوشته از ما ناخداگاه ناخداگاه اینا دیگه, دیگه. آره. من احساس می‌کردم اوکی دیگه الان همه چی سیف خیالم اوکی. راحت بود و میتونی ببین هدفت قوی میشه وقتی ازدواج میکنی یعنی مم. هدف گذاری واسه آینده میکنی من وقت مثلا تو دوستی نمیادم بگم دو سال دیگه با کرش مثلا فلان کار بکنیم این بیزنس رو با هم را بندازیم دوستی بود دیگه آره. خیلی هدفمند میشه ولی بعدش دیگه. دیگه هدفمند شدی ولی من تصمیم گرفتم که اصلا تب... من خیلی تبلیغ ازدواج میکردم همین گفتم ازدواج فوق از... آدم خوبش رو پیدا ازدواج آره. ولی تصمیم گرفتم دیگه این تبلیغ نکنم به خاطر حتی الان دارم میبینم تو ایران و اینا خیلی چیز شده اصلا دیگه به یه با... یه داستانای دیگه اصلا یه برای دیگه آره. رفتن نمیگم آه. ازدواج بکنید ولی من تجربیات خودم رو میگم م. یعنی یه کسی داره میشنوه بدونه که اینه تجربیات شخصی من دقیقا، دقیقا. که میتونه اینطوری هم باشه یه چیزی که گفتی کلا تو راجب تاوا زیاد صحبت کردی خب حالا تابوی بوده مثل طلاق بوده راجع به صحبت کردیم مثل مثلا اتفاقی که یه زن شوهر جوان اول زندگیش اتفاق امکان داره اتفاق بیاد بیفته راجع به پریود یادم یه بار اومدی خیلی کامل صحبت کردیم و اینا و اولش مثلا من که بیرون میدیدم می‌دیدم یه سری گارد میگم نگاه کن الان راجع چی حرف بزنه نگاه کن مثلا بی حیا <applause> یا مثلا نگاه از بی موضوعی اومده داره چیز میگه در صورتی که آقا اینا یه تابوهای مسخره باور کن من خودم همیشه تا همین دو سه سال پیشا خب یکی میدیدم دستش نوار بهداشتیه یا داره میخری یا چیز میبره اصلا یه جور دیگه رو نگاه میکردم خجالت می آره هم واسه من خجالت آور هم نگاه من واسه اون طرف هم اینجوری بود ولی اینجا دیدی مثل ایران نیست که نوار بهداشتی بزنن تو کیسه میشی اینجوری بدن یارو میگیره دستش میره <تصفح> الان من چند روز پیشم از رفت رفت بودم فروشگاه خرید یارو من خیلی شیک گرفت و گفت اصلا هم نمیخوام گرفت و دستش رفت هم من خیلی عادی به اون موضوع نگاه کردم هم اون خیلی داشت عادی تو این جامعه زندگی و همه آدمای دیگه و میخوام بگم که یعنی این چیزا خیلی خوب بود که تو داشتی راجبه صحبت میکردی و کلا دل و جرأت اینو داری که راجبه تابوها صحبت کنی اصلا چی میشه که تو یه هم میگه آقا من میام راجبه این تابوه صحبت کنم مشکل ما اینه که از بچگیمون خب به هر حال بهمون به آموزش ندادن میدونی مثلا به قول تو من هر وقت اگه ببینم نوار تو توی کیسه سیاهه فکر میکنم این یه چیزیه که انقدر بده که دید چه برسه صحبت بکنیم. ولی یا این الان یه فرایند عجیبه تو خانوما که وای مثلا ولی از یه جایی به بعد میبینی که این داستان احتیاج به آموزش داره ام. و این آموزش وقتی تو مدارس داده نمیشه وقتی تو خود کشور داده نمیشه باز نمیشه وقتی اینستاگرام هست و تو یه مخاطب داری تو میتونی این آموزش رو بدی چرا ندی چه خب بقیه نمیدونم من میخوام بدونم فرق میده با بقیه چیه؟ من کلا <متحدث> آدم تو از نظر دلسوزتری نسبت به نیست ببین من نترسم تو این چیزا و چیزی که به نظر من ایراد نداره میگم آقا تو ذهن من این ایراد نداره آدمای دورم من منو میشناسن حالا مردم بخوام بگم این چقدر بی‌حیاس راجب نوار بهداشتی حرف میزنه بزا اون آدمی که فکر میکنه من دارم کار بدی میکنم اون اصلا آدمی نیست که مخاطب من نیست حالا اون آدمه بعدا اون تابوه چون تو داری صحبت میکنی تو ذهنش شکسته, شکسته میشه. میشه و جای دیگه راجع صحبت کنن دیگه نمیاد بگه این بی حیاست و خیلی میتونه کمک بکنه دیگه ست در ست. به نظر من اصلا لازمه که همه کسایی که پلتفرم دارن شروع مم. بکنن مثلا من تجاوز صحبت کردم تو یوتیوب اومدم گفتم که آقا اگه به تو تجاوز میشه تو مقصر نیستی نمون اصلا دخترای ما از که گفتن مثلا تجاوز شد نگو خانه بابا تو مقصر یکی دیگه بیماره دیگه اومده با تو یه کاری کرده دقیقاً به این چیزا حرف زدیم و به خاطر آره. بدونن تنها هم نیستن مثلا میدونی مثلا اگه یکی میگه به من تجاوز شده میتو واسه همین می راه دا افتاده بدونن که همدردن یا مثلا پریود بدونن آقا همه پریود میشن آره. یا قبلا من یادم دختر خجالت میکشیدن جلو پسر بگن یا اسمی ازش بیارن یا یواشکی مثلا یکی اگه توی جمعی بود یواشکی به دوستش میگم اون میرفت یواشکی یه نواری در که الان ولی واقعا اینجوری نیست آدما میگن و هیچ کم میگه نمیگه واو مثلا چه مثلا عجیبی. طلاق یه چیزی بود آره خودم طلاق. من خودم طلاق و تا مدت ها با اینکه من آدمی بودم که بچگی تو هر جمعی میشستم خب ببین مثلا 10 15 سال پیش یه ذره غیر تر بود مم. مثلا میشستیم گفتم بابا با بابام جدا شدن یعنی انقدر واسه من همیشه تو دورم عادی بود و هر جا غریبه آشنا همیشه میگفتم این اصلا چیز عجیبی نبود تو ولی تو اینستاگرامم نمیگفتم خب اصلا تا دو سال پیش نمیگفتم یعنی حالا چند سال اول به خاطر اینکه میان چیزایی میگن که ممکنه اعصاب تو رو خوش کنه مثلا یه اتفاقی میفته بچه طلاق دیگه مثلا میدونی یا مثلا معلوم بابا بالا سرت نبوده مثلا میدونی مثلا مغزای میدون. بیمار خودشون و وضعیت به بعد دیگه به این نتیجه هم رسیدم اون کسی که میاد اینو به من میگه چرا آدم احمقی خب من واقعاش بخندم میدونی خوه. مثلا خوه. کسی که داره میگه تو به خاطر این این داستان پیش اومده که بچه طلاقی خب مثلا طرف مثلا چه ارزش حرفش داره اگه من میتونم بیام بگم واقعا من تو اون روزی که من گفتم من مامان بابام جدا شدم من با مامانم بزرگ شدم این قضیه خیلی عادیه بعد تازه چیزای خنده دار تعریف کردم که, که من قضیه کلی سوء استفاده کردم تو مدرسه مثلا نازم هر چی میگفت گریم کم گفتم من بابام پیشم نیست بعد مثلا آره. دلش آره. میسوخت میگفت فارم مثلا همیشه خیلی عبام. دایو نفر شروع کردم مثلا بهم دایرکت دادم وای مرسی که گفتی ما همیشه این داستان خجالت می‌کشیدیم تو مامان بابا جدا شدن پار میدا دوستان به خاطر این موضوع منو مسخره میکنن آره. اصلا محسوس که هم چه کار بزرگی کرد چقدر ترسو ترس و تو دل همه بردم و حالا آدم احمقی که میخواد بیاد چهار تا حرف هم بیاد بیاد بزن اون اونقدر کوتاه فکره که این چیزها رو داره ضعف میده چیز بد میبینه و اون همیشه میاد یه چیزی میگه طلاق نباشه میاد یه چیز دیگه میگه پانو اول میخوام یه سوالی ازت بپرسم یعنی یه سوالی که کمک کنم بچه ها میخوام یه سوالی که یعنی یه چیزی که توی تو خیلی واسه من جالبه بر برمیگرده به همین دل و جرعته و همین تابو شکنیه صحبت کنیم اول از همه دوست دارم بدونم که تو کلید یا کلید های موفقیت خودتو تا به امروز چی میدونی؟ منظورم موفقیت های پایه ای و لولیه که هر کدوم به دست آوریم مثلا منظورم چیز نیست چون به بعض بگی شاید مثلا فکر کنم آقا مثلا پروفسور حسابی فقط یادم موفق میشه گفت نه همه ماها تو هر لولی که هستیم یه سری موفقیت رو به دست آوریم موفقیت هایی که تو تا الان به دست آوردی کلیدش چی بوده به نظر تو؟ چه چیزایی تو خودت بوده؟ اولین چیزی که بخوام بگم به نظر خودم پشت کارم بود که پشت چون ده. که من تو خودم چندین بار دیدم که به یه جایی رسیدم که هر کی جای من بود ول میکرد یعنی ببین با بارها شده به یه جایی برسم که بگم بابا بسته دیگه پا تو خیلی تلاش کردی الان دیگه اگه میخواست بشه میشد میدونی می ولی اونجا به خودم گفتم اگه نشده تا الان پس یه مشکلی داشته برو ببین چرا نشده دوباره برگرد تا وقتی که بشه باید تو انجامش بدی یعنی محدودیت نذاشتم آقا تو یه سال کار کن اگه شو شد دو سال گفتم تا وقتی بشه تو باید تلاش کنی یعنی <applause> با خودم شرط میبندم یه کاریو شروع میکنم تمومش بکنم یه چیز دیگه اگه موفقیت تو زمین کاریم بگی به نظر من اینه که من عاشق کارم هم, هم، ببین مهمداره. تو هر کاری رو شروع بکنی دوستش نداشته باشی نمیتونی توش موفق شی چون مگه تو چند وقت میتونی یه کاری که دوست نداری انجام بدی برای پول برای شرایط برای نمیشه یه جایی میرسه دیگه میگه آقا من چون ز... کار مهمترین چیز تو زندگیه چون بیشترین وقت طور می گیره. <تصفح> تو رو میگیره تو فکر کن چهار ساعت هفته پنج ساعت هفته کار کنی از ساعت نه صبح تا پنج بعد از ظهر پس بیشترین تایمی که تو زندگیت میگذره واسه کارت دقیقاً کاریو انتخاب کن که دوستش داشته باشی پشت کار و قاطیش بکن مطمئن باش موفق ببین اصلا استثنا وجود نداره بعضیا میگن که نه استثنا وجود داره حالا من نتونستم <تصفح> اگر هم نتونستی اگه هم کارت دوست داری هم پشت کار داری نتونستی برو ببین چرا حتما یه سری مشکلات بوده اونا رو رفت بکن یعنی میشه واسه همه است فرق نداره من تو یا هر کس دیگه دقیقا من اصلا هدفم هم از این برنامه همینه که با آدم موفق مثل خودت صحبت میکنم که مردم ببینن آقا آدم موفق آدم فضایی نیستن اونا هم آدم هم فقط تو به یه چلنجی مثلا رسیدی یه جایی به قول خودت که گفتی آقا دیگه بی خیال اگه میخواست بشه میشد می ولی گفتی آقا من میرم که بشه یعنی اون چالنجر اومدی حلش کردی میدونی اومدی یه مشکل پیش حلش کردی مثلا گیو نکردی برگردی و اینا و این واقعا یکی از چیزهای خیلی بزرگ توی تو که پیگیرشی و واقعا کار تو دوست داری که انقدر براش واقعا تلاش می‌کنی چون همیشه میگن دیگه میگن اگر کاریو تو انجام بدی که دوستش نداری خب و به قول تو یه تایم زیادی در طول هفته هم داری واسهش میذاری بعضی از آدما به خاطر ترس که حالا الان این حقوقه هست این پوله هست این هم قصد نشه صده. توش میمونن چی میشه در نهایت آدم های خوشحالی نیستن تو زندگیشون در زندگی, زندگی خوشحالی ندارن به زندگی نرمال خیلی افسرده آره پیشرفتم نمیکنم. پس تو خود کیل موفقیت و یکی علاقه زیادت به کارت میدونی و دومیش که پشت کار داری یعنی اگه به مسئله میخوری بر نمیگردی با این سه حلش بگم میکنم. ببین اینو نمیدونم چقدر موثره ولی الان تازگی ها دارم بهش پی میبرم <تصفح> شاید خیلی موثره دانیال من ثبات خیال راحتیم از رابطه رو میدونم یعنی <تصفح> که ببین من درگیری اینو ندارم که کرش داره چیکار میکنه با کی داره حرف میزنه کجا رفت یا یعنی اینکه اولا خیلی خیالم نه تو رابطه راحته دوم اینکه هدفم هم, هم با کیار... ببین رابطه موفق اینو بهت بگم هدفم هم, هم با کیارش مشترکه یعنی مثلا الان کیارش میگه بیا بریم دبی من مجبور نیستم برم به خاطر کیارش دبی میدونم اون دبی رفتنه واسه منم یه پیشرفته اینکه هدفای مشترک و ببین این همراه واقعا میتونه تاثیر داشته باشه دانیا تو نمیدونی من دیدم کسایی که شاید میتونستن صد برابر بیشتر از من پیشرفت بکنن هم کارشون دوست داشتن هم نمیدونم پشت کار داشتن ولی مثلا گیر دادن های علکی به هم دیگه یا یعنی که ساپورت نکردن یعنی رابطه بد میتونه همیشه تو رو بکشه پایین واسه همین بعد مغزت رو درگیر میکنه دقیقا, دیگه. دقیقا. ببین درگیری مغزی هر کیو نگاه کنی رابطه خوبی داره تو رابطه موفقن خیلی تو کار خوشم بیشتر پیشرفت آره دقیقا. یعنی فکر کنم اینو جدیدن خودم بهش پی بردم مم. که میشه حتی جزو اون داستان گذاشت های موفقیت ها باشه آره حتما تحصیل یه بوده. پارتنری کنارت باشه که خیالت همه چی راحت باشه رابطه خوبی داشته باشه و کمکت کنه دقیقا یه تیم یوتوب... باشین با هم ویدیو یوتیوب بگیرم چهار بار میشم تنها بگم بار پنجم کیارش بغل هستم بیا مثلا با من بگی ریل میخوام بگیرم عکاسی دو نفره بکنم دقیقا. مثلا کمک هم کنه مسیر دوره مثلا با هم بریم بیایم مثلا میدونی خیلی تا... خیلی دانیال خیلی حجبش. آره واقعا تو فکر کن اصلا کیارش آدمی که بهش میگفتیم مثلا من میخوام برم فلان جا عکاسی حالا خودش هم نباشه منو بیا نه من خستم خیلی اعلام اینو گیر یه بده یه لباس چیه میپوشی با این برند مثلا عکاسی نکن لباساش بازه دقیقاً عکاس با چرا پسر چرا ال بله من میخواستم پیشرفت کنم فقط درگیر ذهنی داشتم یعنی اینم خیلی مهمه برای خیلی واقعا نکته مهمه چون همیشه میگن میگن یه ازدواج موفق آدمو مو به عرش میرسونه مثلا یه ازدواج ناموفق آدمو به فرش میرسونه و خدا رو به عرش بوده <applause> پارو دیگه جز همون داستانی که میگم تو تابو شکنی اومدی حالا هر کسی یه قبل از عملی داشته یه بعد از عملی داشته خب ولی اکثر آدما اصلا سمت اون قبل عمله نمیرن اصلا دوستان اون از زندگیشون پاک پاک بکنن ولی تو یه سری اومدی یهو عکسای قبل از عمل تو خود شیر کردی یه دونه دو تا از روزه فکر کنم مثلا 17 18 تا یهو عکس گذاشتی و شروع کردی اصلا راجبش صحبت کردن و اینا یک به نظر خیلی مسخره است که آدما میگن فلان چرا عمل کرده چرا اون یکی نکرده هنوز آدما ها... بنی اونایی که فکرشون کوچیکه هنوز فکر میکنن حتما زیبایی باید زیبایی باشه که صرفا خدا بهت داده تو نباید دستی بهش بده این یعنی یه چیز طرز با... فکر خیلی احمقانه که من یه سری از آدما دارن ولی این خیلی حرکت خفنی بود که تو خودت اومدی شیرش کردی اصلا چی شد که این کار رو کردی تو نظر اصلا راجع به این داستان چه نظر اصلا راجع به عمل زیبایی چیه ببین از اول اگه بخوام بگم خیلی هم خوب شد اینو پرسید من هیچ‌وقت راجع بهش حرف نزدم اگه بخوام از اول بهت بگم ببین همه دوستایی که دور دور منن هن... 99 درصدشون دوستای بچگی منن <applause> اصلا من از بچگی خیلی معاشرتی بودم و چون وقتی با یکی دوست میشدم واقعا دوست میشدم اینا همه واسه من موندن مثلا تو خودت دوست چند ساله آره <applause> من شاید مثلا من دانیا چون حرف فکر کنم ما اومدیم دو... مثلا ترکیه با هم پروژه زدیم و خیلی با هم نه دانیال دوست بچگی من دانیال, مثلا اون عکسایی که من دارم میذارم اونجا دانیال اون پار رو دیده یا مثلا هزار تا مثلا همه دوستای دور و بر من به از یه تعداد محدود دوست بچگی من همه از اول دیدم من چه شکلی بودم بعد اون موقع فیسبوک بوده من موقع فیسبوک داشتم این عکس دارم میذاشتم خیلی از اون موقع منو میشناسن و جدا از اون اصلا این اتفاق افتاد من اینستاگرامم که باز کردم اون موقع بینیمو عمل نکردم کلی عکس گذاشته بودم آره. میدونی چی میگم یکی اومد عکسای منو چند تا از عکسام واسه کیارش فرستاد که دیدی این قبل عمل چه شکلی بوده آخه چی بودم چی بگم دوست خوبم مثلا شوهر منه ما با هم ازدواج کردیم از بچه دو سالگی عکس منو دیده تا مثلا همین الان تو چی میخوای بفرستی کیارش مثلا من نمیتونم بیام مثلا قبل 20 سالگی نشون نداده باشم به با کسی که شو شوهرم مثلا همچین چیزی باقا. اصلا مگه ممکنه بعد مثلا منو کیارش از طریقی که دوستان با هم دوست شدیم کمشم اسمش همه جا میاد که سامان سامان مثلا راهنمای من بود مثلا سامان ست عکس مثلا به کیارش نشد چیز گفته مثلا همه دوستای ما دوستای بچگی میگم چون من خیلی هم دوست داشتم مثلا کیارش با من و که با هم دوست شدیم کیارش میگه مثلا ست تا دوستای من مثلا یکو میگفت من پا... مثلا تو پارتی پارم دارم میشناسم یکو دومش میگفت مثلا چه میدونم پارک رفتیم میدنم. این ور رفتیم چون من خیلی معاشرتی بودم و خیلی آدم میشناختم چیز عجیبی نبود بعد حالا اصلا چه اهمیتی داره فاهم. که من مثلا کیارش میاد میگه تو قبلا این شکلی بودی من دیگه رابطه تموز هم... تو چی فکر میکنی با خود فکر یکی... نمیکنن یکی این بعد یکی این که من وقتی کارم رو شروع کردم مثلا اون موقع فیسبوک و اینا بود اون اکسه که گذاشتم همه شکسه مادلینگ بود آره. من مثلا چه میدونم 16 سالگی میرفتم مثلا اون موقع مدل نبود تو پول بگیری مثلا چه میدونم دخترم اوی بابات مثلا دوربین میگرفت مثلا دقیقا. میگفت تو خوشگلی بیا ازت اکس بگیرم دقیقا ا... من شخص فکر نمی کردم که مثلا من هم موقع کارم رو شروع کردم و من احترام میذارم موقع یکی دوست داره بگه که نه قیافه طبیعی خوبه یکی دوست داره اصلا به کسی آره به رو, سلیم رو سلیم هست. کسی چی کار کنه یا بیاد کسی رو قضاوت کنه آقا من دوست داشتم اون موقع مثلا بینیم آقا من کلا خیلی گرتی بودم بعد مثلا ببین اولین باری که ژل لب اومد من ورداشتم ژل لب پایز دادم موقع ژل لب خوب نبود یا آقا لب من شده بود انقدر رفتم تخلیه ببین مثلا انگار کم د... و چون اون آزادیارم داشتم مم. اجازه داشتم این کارو بکنم تست یعنی دوله دوله. گرم زده بودم به تمام لبم آوه. خب بعد مثلا اومدم تخلیه کردم چه میدونم مثلا اومدم بینیم هر کاری که کردم دوست داشتم بکنم میدونی آره. اصلا دلم خواسته بکنم به کسی مربوط نه به مثلا یکی رو میبینم این عمل کرد. این خیلی عمل کرد مثلا همین خوشگله آقا مثلا من, من به نظر بخل. خودم قبلا خود. هم خوشگل بودم مثلا به نظر خودم اصلا شب به نظر که من خیلی زشتم هیچ اشکالی اصلا زیبایی ببین سلیقه‌ای سلیقه‌ای ببین این دختر دنیا بیاری شب به نظر ایک... ولی من عاشق تغییر تغییر جی جی حدید بزار ج... یه سری میگن زشته, زشته, زشته. از نظرش نظر ولی به نظر خودم قبلا خوب بودم چرا عمل کردی آقا من که اصلا عاشق تغییراتم من تو اون سر اصلا هر روز مام یه رنگ بود یه روز می‌اومدم کوتاه می‌کردم یه اکستنشن تا اینجا یه روز می‌اومدم بلوند می‌کردم کلا این تغییرات حال برعکس الان مثلا الان ببین من ریشه موام تمام سفید در اتفاقا چون اون موقع این کار رو کردم الان دیگه اصلا کرمش الان ببین من تنها کاری که دوست دارم تتوه کردیم میم تتوه آره نه موامو گذاشتم بلنشه ببین بوتاکس مثلا من آخرین بار رفتم ایران کردم اومدم اینجا انقدر پشیمون بودم چرا من برداشتم تاکس بوتاکس یه چیزیه که مثلا دیگه الان علام... اصلا میگم بکنی در آره دیگه اصلا دیگه اونم حتی دیگه حوصله ندارم برم بیشتر پاکسازی پوست دوست دارم ویتامین های مختلف بزنم اگر مثلا تزریقی باشه اصلا دیگه الان بکشم بگم مثلا برو چه میدونم ابرو تو تتو کن اصلا دیگه حوصله ولی اون موقع اینطوری بودم آره اصلا دوست داشتم تعریف کنم دماغم عمل کنم فکر کنم چی میشه لبم رو جل بزنم این کار بکنم اون دایره. کار مدلم بود دیگه حالا ولی این نبوده که من قدیم خودم بدم بیاد اینکه قبلا فکر کنم زشتم که این کار آره. کردم و من عکسا میذارم که بدونن من نه ترسی از قدیمم دارم نه بدم میاد اتفاقا موقعم کلی کار میکردم مدل حتی میشدم دوست داشتم کردمش ترسی هم ندارم من نظر من اصلا اصلا آدم هیچ وقت گذشتش نبود چه تخ چه شین چه خوشگل چه زشت دقیقا. اصلا گذشته جزی از زندگی آدم اگه اون نبود تو امروز این به بکرش همیشه میگم دیگه میگم که مثلا راجع دوست دختر قبلیاش صحبت میکنیم <تصفح> بهش میگم که دوست دختر قبلی تو دشمنای من نیستن هیچ اولا. انسانی بودن اولی که گستن. من که نبودم اون موقع که اونا بودن مم. خب اونا شاید هم من بخواد بعدشون بیاد من که نمتعب. مثلا من من الان اومدم مثلا اونا که من نمیدونم اصلا اون موقع نمیستن قرار پارمیده بیاد و اینکه اونا باعث شدن تو امروز این شی... اگه تو آدم خوبی دیگه. بعد مثلا میگه فلانی به هم خیانت کرد تو سن بچگی میگم دمش اون خیانت ها رو به تو کرد تو فهمیدی خیانت چقدر بده آفاری. تو وقت به من خیانت نمی دیگه. یعنی حتی اون بدیا و خوبیه گذشته طرف طرفو ساخته دیگه. مثلا من دوست دختر قبلی کیاش بخش از زندگی کیاش بودن نمیتونم حذرش کنم نه دشمنا آمد گذشته گذشته است دیگه بعد قبولش بکنی چه بچه خوب <تصفح> چون میگن اگه تا بد نبینی اصلا نمیفهمی خوب چیه, خوب چیه. تا آدم بد نبینی اصلا نمیفهمی آدم خوب چه مشخصاتی داره در واقع یه چیزی که خیلی جالبه واسه من حالا من چون با تو و با بقیه بچه هایی که دارن اینفلوئنس میکنن کار کردم خیلی ساله من دیگه میدونم چی بشه قضیه خب یعنی میدونم که این کار به شدت سخت از همه لحاظ اینکه تو یه سایدت اینه که مثلا مثل امروز رفتیم با هم دیگه عکاسی کردیم یه ساعتی تو درگیر میکاپ بودی یه ساعتی تو درگیر عکاسی بودی یه ساعتی تو فلان فلان از اونور بقیه ساعتات هم تو درگیر گوشی حالا گوشی لپتاپ هر چیزی یعنی دو تا سایت داره کارت و این جفتش باید با هم ببری مثلا کسی که کارمنده مثلا یه اداره یه ساعتی تا یه ساعتی میره کار میکنه مثلا کسی که داره توی سالن اصلا کار میکنه میره کار میکنه تموم میشه بعدش میاد دیگه به زندگیش میرسه ولی مال تو کلا کار تو طول تایم روز تو و بقیه بچه‌ها کار میکنه ولی معلوم همیشه این گاردو دارن نسبت به اینکه کاری نمیکنه اینکه نشسته تو خونه یه گوشی گرفته دستش حرف میزنه اینکه فلان اینکه بیسار دوست دارم بدونم این گارده چون تو فکر کنم بهتر می این گارده داره از کجا میاد و ام... حالا راجع به اون سختیهاشم هاشم ما هم دیگه صحبت میکنیم که بیشتر شد کنه. ام... به نظر من این گارده اتفاقا خیلی هم عجیب نیستش تو این, ات... تو این داستان بلاگری یکی اینکه این شوق جدیده مهم. ببین هر چقدر بخوام بگیم دیگه 4 5 ساله هست نمیدونم این همه بلاگر این شوخ شغل, شغل جدیدیه مردم باهاش آشنا نیستن مهم. و خب وقتی باهاش آشنا نیستن میان چی رو میبینن میان میبینن که تو همش داری میری بهترین هتل‌ها مجانی مهم. تو داری بهترین لباسایی که طرف مجبور کار کنه پول دراره بده بخره رو مجانی واسات میفرستن تازه باشون عکس هم میگیره یه پولی هم بهت میدن داینا. همش میاد میکروفون <laughs> همش, همش دارن چیزای خوب میبینن. چی میبینن تو صبح پا میشی صبح بخیر چای تو میگیری دستت میری اشغالت بهترین لباس رو میپوشی فقط اون سایدو دارن میبینن و این مشکل بلاگراستا میدونی این م. مشکل چیزیه که نشون داده شده به مردم که ما خیلی خوش ببینیم من همیشه اصلا نمیتونم بگم چند بار اینو گفتم که بابا اتفاقا شما باورتون نمیشه من امروز رفتم یه هتل خیلی خفن درسته بهترین اتاقشو به من مجانی داده ولی من اصلا هیچی از اون هتل نمیفهمم اصلا ببین اون لذتی که باید مثلا یه آدم تو هتل من باید یه بار بیام خودم پول بدم برم این چکسی هم نذارم ببین تو شو خاموش کنی اصلا تو صبح بیدار میشی مثلا تو میخوای ویو رو ببینی بوده بوده آفتاب نره تا طلوع آفتاب غروب آفتابو ببینم صبحونه تموم شد ببین صبحونه رو تو میای ویدیو بگیری دو ساعت بگی تموم میشه چای سرد شده همه چی تو لذتی نهی و تو صرفا داری کار میکنی دلید. و من اینو بارها گفتم گفتم ببین واقعیت رو شما ببینید این واقعیت کار ما دلید. و بلاگری کاریه که 24 ساعت هست میدونی یه آره. گوشی دست تو تو از چش تو باز میکنی باید کار بکنی تا وقتی که میخوابی اگه نکنی پیجت میاد پایین مخاطب دیگه تو رو فالو نمیکنه نمیتونی موفق باشی و خیلی مشغله فکری داره خیلی استرس داره چون تو همش با حواست باشه چه میدونم مثلا من امروز دارم میخواد فقط تو تختم باشم آره. من زندگیم دوست دارم یه روز مثلا تخم مرغ بخورم توی کاسه میدونی دقیقا. تو هر روز بعد پاش غذا تو خوشگل بکنی نمیدونم بتونی تو... اینم شواف نیست این که نه. ما بخوایم به مردم بگیم ما خیلی خفن این ذات کار ماه من, من برای تو باید ارزش قائل باشم که پیج منو میبینی خوشگل بچینم یا دقیقا. دقیقا. مثلا اینا به خاطر فک... بعضی فکر کنن شوافه آره فکر میکنم فکر شعاف در <applause> <applause> آره من غذا و یه خوب نه این به خاطر ذات آره. کار من و اینکه جدا از اون خب بعضی از تو ایران خیلی ها اشتباه کردن خیلی ها بدی کردم به مردم احساس ام. میکنم تو این کار اعتمادشون رو جلب کردم مثلا شماره کارت گذاشتم مثلا خیریه طرف افتوز خوش ماشین خریده شش. یا مثلا من این کارای اشتباه کردم واسه کارشون مثلا واسه محتواشون وقت نذاشتن مثلا طرف خودت هم پول تبلیغات گرفته نکرده بره مثلا یه پروژه چیزی که منو تو پروژه بزنه طرف گوشیش گرفته که یه وقت مثلا دو ساعت بیشتر وقت نذاره در میکاپ مثلا میکاپش بکنه خودش که بیا زر مثلا بعضیا بعضیا خیلی هم هستن خیلی حرفه دارن کار میکنن مثلا من خیلی از دور دوستان دوستامو دارم میبینم که خیلی حرفه ای ولی بعضیام کمکاری کردن این باعث شده که مردم یه ذره این گاردر رو داشته باشن نه. بچه چقدر حرف قشنگی زدی این که تو گفتی آقا این ذات کار ما شاف نیست و دقیقا هم همینه مثل یه مغازه میمونه به نظر من پیج هر آدمی که هر کسی مغازه که میزنی یه خوشگل با درست میکنه و خب پیج شما هم همینه باید یه دکور خوشگلی داشته باشه دیزاین خوشگل داشته حالا میتونه غذات باشه میتونه هر چیز باید. تو داری کافی میخوری سمی میکنی تو خوشگل ترین جایی که میتونی از از تو کافی عکس بگیری خب داری ویترین قضیه رو میسازی و یه چیزی که مردم ایران مخصوصا باید بفهمن حالا این مشکل تو همه جای دنیا هست ولی تو ایرانی ذره بیشتر اینکه آقا همه ماها حتی مثلا من به عنوان اصلا یه آدم معمولی بهترین حالت هم و میام شیر میکنم هیچ وقت نمیام مثلا من اگه مثلا با پارتنرم دعوام شده فلان شده 200 هم همو مثلا مثال میام زدیم فوش دادیم فلان کر... بعد بیام بگیرم بعد شما اینجوری کرد نه من مثلا اون تایمی که مثلا با طرف تو آرتی هم تو مسافرت هم عشق یه جاییم میرم سفر میرم خوشگل ترین جای اون هتل یا اون ویو وای میستم و این یه چیزی که مردم ما باید بفهمن. فکر میکنن که اگه توی پار داری مثلا توی جای خوب مثلا خوشگلی یه هتلی عکس میگیری تو میخوای شواف کنی بکنی تو چش یارو ببین من, ببی من, من, رفتم کجا تو الان نشستی تو خونه داری منو نگاه میکنی نه آقا طرف کارش اینه و وظیفش به قول تو اینه که ارزش داره واسه تو قائل میشه داره میری یه جای خوب یه جای خوشگل یه جای اوکی و فهم. واقعا من میدونم که تو میری گوشی همش دستت دوربین دستت با کیارش درگیرین تایمی که با هم بودیم رفتیم مثلا تو خفن ترین هتل های استانبول من تو رفتیم کار کردیم ولی واقعا هیچی نفهمیدیم ده صبح رفتیم به خودم اومدیم دیدیم ده شبه همه میگن وای چه هتلی رفتیم بعد ما اصلا ندیدیم مثلا یارو میگه یه قابه عکس بود اون گوشه دیواره خیلی خوشگل به خودم اصلا ندیدم, اون یا تو میدونم که ندیدی یه دقیقه واسه بگم اینو به این فکر کنید که دقیقاً چون گفت ببین فکر کن پیج شخصی مثلا 100 نفر رو داری 100 نفرم تو رو دارن تو میخوای عکس بذاری هیچ وقت ش... مثلا عکسی که شکمت تو دادی بیرون اینجوری واسه شکمت آره. میدی تو عکس میگیری یعنی شما لباس پیج لباس بیا بیا باز بکن و خب بعضی دنیا من دیدم بعضی واقعا میخوان شوف کنن یعنی مثلا آره طرف آره. م... ولی ببین ما همیشه گفتیم که بچه ها من از تو تشب دارم جون میکنم من نه مامانم بهم پول میده نه من مثلا همیشه گفتم آقا ما توی خ... ما خونه که توش میشینیم اجاره مثلا منو دونین چی میگم آره من الان مثلا پارمدا مثلا ما ولاگ میگیریم مثلا میگم او پارمیدا خونت مثلا خوشگله چه ویدیو داری فعلا بیسار میگم بابا اولا که این خونه اجاست اون خونه قبلی منو دیدی یه خونه ای بود 40 متر سالن داشت مثلا اونو دیده بودین همیشه میگم ببین ما سعی کنیم تلاش کردیم رسیدیم الان هیچ چیز عجیبی نیست مثلا حالا چه میدونم یه ماشین میخریم بس سعی کنیم کنیم یه ماشین بهتر بخریم اگه میریم هتل کاری هیچ وقت نمیادیم بگیم من که هر روز بهترین هتلم خونه من که آمه. فعلا نه آقا اصلا از این خبر نیست شما اینو بدونید و اگه میدی اینستاگرام این حسو به شما میده که مفرح های بیدر بیا بدون که آقا از این خبر نیست این ماهیت کار ما و با تلاش برای شامن. تو داره تولید محتوا رو میکنه شما رو محتوا یعنی. رو ببین چند یه چیز خیلی باحالی بود که پیش خودم گفتم ای ولو پار می شاید یکی از اون که تو ذهنش بود تونسته تیک بزنه من یه مشتری داشتم و اون طرف هم گفتش که پارمیدا مثل یه سورس خیلی خوب میمونه تو استانبول طرف از آلمان اومده بود گفت مثل یه سورس خیلی خوب میمونه که تو هر چیزی تو استانبول میخوای خوبش رو میتونی از تو پیج پارمیدا مم. پیدا کنی مثلا سالن خوب میخوای مثلا فلانجا مثلا میخوای به عکاسی کار کنی فلان کسا میخوای مثلا مزوم مم. میخوای فلان کسای تشریفات میخوای فلانی میدونی یعنی این یه کاریه که تو به خوبی تونستی انجام بدی که مردم تو رومانی سورس خوب پیدا کردم و تو داری یعنی اون کاری که وظیفه تو داری به نفع اصلا انجامش میدی خب ولی مردم اینو نمیفهمن که آقا تو به جای اینکه بیای هیت کنیم بدون که این طرف یه سورس خوبه حالا تو اصلا ایران میدونی چقدر تو سالن ها رو معرفی کرد چقدر جاهای مختلف ولی اینو نمیبینم میگن یارو داره چوسی میاد میره سالونه مثلا ناخونهشو رو درست میکنه بعد چوسی هم میاد مجانی چیز که بابا چوسی نمیاد اون داره به تو چیز رو معرفی میکنه مفخوری میکنه آره. <تص> بهت بگم حالا که الان که الان هر گفتم ببین کار ما کاریه که یه دونه گوشی لازم داره هیچ چیز دیگه اگه خیلی آسون بود همه دون چون درآمدش خوبه آره. دیگه بلاگری هم میگن درآمدش خوبه دقیقه. آقا اگه یه کاریه که انقدر درآمد خوبی داره و انقدر خوبه که همه چی وسط مجانی میفرستن تو همه جا میری و خیلی هم به تو خوش میگذره آقا این گوشی شروع کن بسم الله واقعا <تصفح> 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 همین الان شروع کن نه هیچ کاری آسون نیست و به نظر من هیچ کاری. کس هیچ کسی الکی معروف ای. معروف که الکی موفق نمیشه دقیقه. چرا خیلی الکی معروف میشن اتفاقا یه پیجی هم چه استفاده ای میتونن ازش آقا این همه آدم ما تو همون چی ماشه. شد مثلا <تصفح> چی،, چی, کارشون کار بکن برندی باهاش کار کرد پروژه ای گرفت نه. مثلا چی تونه حتی مثلا به نظر من مثلا قبلا بود که حالا یه چیزایی بود که میشد درآمد که الان دیگه اونا هم مثلا خیلی کم شده و رفته یعنی مطمئن باشه اگرم الکی کسی معروف بشه یکی دو سال یه دوره میاد دقیقاً. و میره ولی هیچی الکی نیست همه چی تلاش می‌خواد. چون واقعا بلاگر شدن اصلا کار آسونی نیست تو باید فن بیان خوب داشته باشی به قول تو بعد تو یه روز نمیخوای بیدار شی اصلا مثلا ولی باید بلند یه چیزی درست کنی محتوا رو تولید کنی ویدیو میگیری اینجوری اونجوری بعد فکر میکنی آقا من بیام فلان چیز تابو بیام راجع بهش صحبت کنم یعنی داری تلاش میکنی مثلا ما پروژه داشتیم سوئیس هتل رفتیم خفن ترین اتاقش رو به ما داده ولی ما داشتیم مثلا 8 10 ساعت اون تو کار میکردیم دورمون ندیدیم بعدا تو, تو فیلم ها تو فیلمان... چه اتاقی بود یعنی میخوام بهت بگم ما خودمون تو ویدیو میبینیم دقیقا. که چه جایی بودیم چقدر رفتیم سر پروژه سرما خوردیم تو سرما و باد و کولا کنیم خلاص این قسمت هایی که مردم عزیزم بعد ببینن اونایی که انتقادی به نظر من نسبت به بلاگر دارن یه چیزی که خیلی جالبه چند موضوعی با هم پیش میخوام اسم اون طرفم نگم که خیلی چیز نشه یه کسی یه کسایی هستن که توی نوعی و مثال میزنم تو رو ندیدن خب ولی مثلا از تو بعدشون میاد با تو حال نمیکنن میان چرت و پرت میگن دایرکت بعد میدن کامنت شرور میذارن و اینا که چند خوشی یه موضوعی پیش اومد امیر تو هم بدون یه خانومی که من باش کار کرده بودم پارمیا من گفت خانومه کیه گفتم که خیلی نمیشناسش من مثلا یه بار دیدمش و کار کردم گفتش که این طرف اومده منو بلاک کرده تو اینستا خب حالا چی میشه که میاد بلاک میکنه طرف یعنی در واقع پار میده جوری بلاکش کرده و طرف اومده او با فیک پیج چرت و پرت گفته بود مثلا چون فوش داده بود یه کاری کرده بود یکی از بچهای مدل و اینا بود بعد خب تو وقتی یه رو بلاکش میکنی پیجای دیگه هم میشه دیگه یعنی طرف اومده با فیک پیج این کاری که اول پیج اصلیش هم بلاک شده و این خیلی واسه من جالب بود حالا این که طرف میگه مدل بود یا هر چیزی حسودی کرد یا هر چیزی من نمیدونم ولی به نظر تو اصلا چی میشه که آدما ندیده یک آقا یارو بشنه با پارمیدای نوعی و مثلا میذارم بقیه بچه هم همینطور بشنه باهاش نیم ساعت توی جمعی توی جایی اگر دید بده بیاد بگه بده چجوری تو پشت گوشی میگه این آدم بدیه من از این خوشم نمیاد من فکر میکنم طرف اگه منو نشناخته و منو بلاک کرده یا اینکه به من یه کامنتی با یه پیج دیگه داده چون پیج خودش باشه مثلا میفهمم دیگه من بلاکش کردم که بقیه پیجاش هم بلاک شده که این آپشن جدید اینستاگرام هر کدوم این دوتا مورد باشه که میاد هیت میکنه ببین اگه منو بلاک کرده منو نمیشناخته و ندیده فقط یه دلیل میتونه داشته باشه انقدر من تو اکسپلورش شده، انقدر منو تو پیجای مختلف دیده انقدر منو این ور دیده میخواسته دیگه جاله ششش نباشم میدونی گفته من اینو دیگه نمیخوام چرا مثلا من حالا صد نفرم خوشم نمیاد بیاد تو اکسپلور باید یه حس من نمی... نمیخوام بگم حسادت ولی مثلا اذیت میشده منو از... میدیده دوست داشته منو بلاک کنه خب یا این میتونه باشه یا اینکه این هیت کردنه که آدما رو نگیدن ببین به نظر من تو هر کاری بکنی اگه واسه من مهم نباشه من تو هیت نمی آقا اصلا انتظار مگه تو دارم مثلا الان من تو نمیشناسم از تو که من خیلی انتظار تو <تص> نه <applause> مثلا تو نوی خب مثلا آره. من اصلا نمیدونم دانیال کیه دانیال مثلا الان لخ میشه واسه خیابون میدوه آره. من مثلا نمیام بگم بلاکش کنم من چی چ... کیه مگر اینکه که آره. مثلا تو یه کاری بکنی که من چی بهت بگم حسودیم شه بیام میدونی بگم چی بهت بگم تو خود چند بار رفتی تو پیج این مثلا کسایی که بعد اسم به قول خودمون مثلا در دیوونهای اینستاگرام مگه آره. من تا حالا رفتم فوش بدم تو رفتی فوش بدی آخه بهش کاری نداری من نهایت آن فالوش میکنم یا میزنم که دیگه واسه من تو مثلا پست هیچ دلیل دیگه ای نداره که بخوای چیز بکنی کامنت هیت بدی به نظر من تنها چیزش همینه دیگه که میتونی یکی رو بلاک باید. من خودم تا حالا نشده کسی نشده. من بلاک. به قول تو مثلا هیچ وقت بلاک نمیکنم مثلا میذارم آقا من یه نات اینترست آورده اینستاگرام آره. آره. اونو میزنم به قول تو دیگه بهم به نشون نده خوشم بلاک کردن دیگه داستانش فرق خیلی. داره یا کامنت بعد یه ذره اینطوریه که آره من نمیخوام تو من حالا برعکسم من اگه یکی رو ببینم احساس کنم مثلا ای مثلا این رومو رفته چقدر کارش خوبه و اینا مثلا میگم بیشتر اونبالش کنم ببینم چی این خوب بوده که مال من, آره. من اونقدر نشونستم خوب باشم که این رفته رو مخم مثلا این داره چی کار میکنه بیشتر میرم دنبال میکنم میبینم حسادت من اینطوریه نه اگه یکی خوشم بیاد به جای که بخوام از بهش حسادت کنم دور کنم بیشتر بهش نزدیک میشم بیشتر دوست دارم ازش یاد بگیرم بیشتر میدونی مه. و نه اینکه یواشکی مثلا میرم بهش بگم من خیلی حال میکنم مثلا تو چه انقدر خوب داری این کارو انجام میدی مثلا بیا من کمک کن چون که خوشم میاد از این کار تو دیگه اون بحث حسادت اونطوری که مثلا بیه بلا کنی نمیفهمم پار الان دخترام مخصوصا خیلی دوست دارن که بلاگر بشن دوست دارن اینفلوئنسر بشن دوست دارم از زبون تویی که خیلی ساله داری این کارو میکنی بگی که از کجا شروع کنن چه جوری شروع کنن اصلا یه بلاگر باید چه خصوصیاتی داشته باشه چیکارا بکنه چیکارا نکنه اول از همه اینکه یه بلاگر بچه خصوصیاتی داشته باشه بهت بگم واسه بلاگر شدن تو هیچ خصوصیاتی احتیاج نداری نه لازم هیکلت مثلا چه میدونم حالا هیکل خوب مم. الان ما نمیگیم هیچ معیاری واسه خوب بودن هیکل وجود نداره ولی نه مهمه لاغر باشی نه مهمه چاق باشی نه مهمه ایتا. حتی تو داشتی چند بار میگفتی اینکه بتونی خوب صحبت بکنی نه الان تو میتونی بنویسی بلاگرشی یعنی صورت تو اصلا نشون ندی تو فقط با متن میتونی بلاگری باشی که فقط داره مینویسه <متزن> ولی خب این الان این داستان خیلی سخت شده تو ایران همه جای دنیا الان بلاگر شدن خیلی راحته چون اینستاگرام داره به تو کمک میکنه که تو بتونی تول محتوا کنی و به تو کمک میکنه که تو بیای تو اکسپلور همه بشناسنت یعنی مثلا قدیم اینطوری ای نبود قدیم خیلی سختتر بود الان دلوقتي. الان, دلوقتي. الان به تو اصلا میگه ببین هر چند وقت یه بار داره به با من میده مثلا میگه که اگه این ماه میخوای مثلا ریلت بازدید بگیره با این آهنگا بساز یعنی خودش جدی... میاد به تو میگه دیگه چیکار باید بکنم مثلا میاد بهم میگه که مثلا تو هفته اینقدر ریل بذار اصلا حرف میزنه با تو اینستاگرام آره. خب که بیا این کارو بکن برو اینفلوئنسر شو واسه همینم رقابت تو دنیا خیلی تنگ شده خیلی سخت شده ولی تو ایران یک این پلتفرم الان فیلتره خب پس این فیلتریش باعث میشه که حتی از چهار پیش کارتو خیلی سختتر باشه دو شغل بلاگری تو ایران جرمه خب مثلا همه الان میگن میگم پچه این همه بلاگر هست نه همین تو این دو هفته خیلی ها خیلی ها دوستای من که همه شما میشناسیدشون رو گرفتن شما شاید الان متوجه نشده باشید ولی فعالیت نکردن دو هفته سکی چونست پیجشون رو دیلیت کردن چند نفر رو گرفتن تو همین یک ماه که حتی با روسری کار میکردن با روسری که دارم بهت میگم هجاب کاملا چرا؟ آقا چرا گرفتن طرف که هجاب داشت از نه تابوی حرف میزد نه کار بدی میکرد نه سیاسی حرف میزد ب... مثلا چی بگم مثلا این بلاگرایی که فقط بچه داری میکنن ظرف میشونن و حالا مثلا سبک خودشون بی احترام <تصفح> نمیکنم هر کی سبک مثلا اون سبکیا بودن اونا رو گرفتن خیلی آقا بلاگری تو ایران جرمه حالا شاید تو انجام بدی دو سال نگیرنت شاید هم بیان بگیرن یعنی تو کاری و این مثلا چی بگی سال خارج تو از داستان جرمش چی تو فکر کن الان مثلا اوکی اصلا طرف دو یک کشور دیگه داره زندگی میکنه آن تو یک کشور دیگه که بخواد شروع کنه آره. کنه مثلا یکی که بخواد شروع کنه ببین یه کسی که بخواد شروع بکنه که همونجوری که گفتم الان بلاگ یعنی حالا بلاگر شدن که تو بخوای تو اینستاگرام شروع کنی مخاطب بگیری فالوور بگیری خیلی راحت تر را از قدیمه مثلا همه ریل خیلی میتونه کمک بکنه ببین مثلا میاد میگه که آقا هر چیزی ترنده باز آخه ترند دارم تو ایران نمیتونم پیدا کنم ترند بیشتر آره. از تیک تاک میاد از تیک تاک شروع میشه میاد تو اینستاگرام تیک تاک تو ایران فیلتره یعنی <laughs> <laughs> اگه من بخوام بهت بگم ببین چه جوری همه چی رو ولی مثلا میتونه بره تو تیک تاک ببینه چیا ترنده بیاد همونجا تو ریل اینستاگرام اجرا بکنه با های که ترنده ناخداگاه تو میری تو اکسپلور هی ویو میگیری ویو میگیری و خوبیشونه که الان صحبت نداره و همه جای دنیا میتونن تو رو ببینن به هر زبونی تو فالو بکنن یعنی تو با همین ریل ساختن آروم آروم مخاطب آره. که قبلا اینکه آره. که میگفتیم با عکسای خوب بگیر بعد فلان کن بعد کپشن خوب بنویسی ولی الان تو ریل رو بذار حالا کپشن هم هر چی نوشتی اونقدر اهمیت نداره اون ریل مهمه دقیقاً مثلا هشتگ بذار لوکیشن بذار ولی الان میگم بیشتر این چیز همون ریل است که چند تا قانون داره حالا اگه بخواد کسی شروع بکن خارج از باشه من بهش بگم یکی اینکه مهمه که کیفیت تصویرت خوب باشه یعنی با دوربین جلوی گوشی هیچ وقت نگیری اگه داری با میگیری دور میاد تمیز بکنی نورت خوب باشه موزیکی که روش میذاری موزیک ترندی باشه و چالشی که داری اجرا کنی چالش ترندی باشه <applause> همین چارتا رو رایت بکنی خیلی راحت میتونی خب یکی که چیز باشه مثلا میدونی میخواد بیاد بشینه حرف بزنه بره بیاد بیشتر شبیه باشه به کاری که تو داری میکنی خب مثلا چیزی که من میبینم اینه که تو مثلا تولید محتوای بالایی داری خب حالا چه تولید محتواهای حالا ریل و اینا چه مثلا میریم یه پروژه واسه یه جایی میزنیم واسه یه برند یا واسه یه نمیدونم مثلا سوئیس هتل ما رفتیم کار کردیم و چند تا هتل دیگه میخوام بدونم که مثلا به نظر یکیش تولید محتوای خوبه منظم و روی تایم و تولی محتوای بالا دیگه چه چیزایی بود ببین دانیال آخه الان اینستاگرام نمیاد به این بها بده قبلا اینطوری بود که خیلی واسش مهم بود که حتی میگفت تعداد استوری که تو روز میذاری زیاد باشه یعنی میگفت استوری تو مورچه کن آره یه زمانی نه. بود الان اینستاگرام اصلا فقط تنها چیزی که داره روش فوکس میکنه ببین الگوریتم داره هر سال عوض میشه الان روی لوگو گذاشته دیگه یعنی تو اول مخاطبتو جذب کن مثلا آه. بگیم طرف 50 کا گرفت دیگه الان کار بکنه آره اولین چیز مهمه که تو تولید محتوای درستی داشته باشی زندگی تو یه ذره جذاب بکنی هی hey, هر روز پاشی یه صبونه بخوری هر روز یه کار انجام بدی واسه بقیه اصلا جذاب نیست بری جاهای مختلف مثلا حالا تو کشوری که زندگی میکنی باز تو ایران کجا برن چیکار کار کنن چی میتونن نشون بدن ولی جاهای مثلا تو ترکیه بری جاهای دیدنی رو نشون بدی عکاسی تو لوکیشن های مختلف بکنی عکسای جذاب هست یا نیست جذاب دیگه جذاب جذاب تو ایران نمیشه همچی کاری که ولی بعد اینکه تو مخاطب تو گرفتی میری تو این لول که ناخداگاه تو وقتی مثلا 40 50 کار مخاطب میگیری مخاطب به تو میگه تو چی میخواد مهم. یعنی تو لازم نیست یعنی مخاطب تو دقیقه. میشناسی مخاطب تو که دنبال چیه دقیقه. خیلی بامزه است خیلی چیزا ناخداگاهه یعنی تو وقتی میافتی تو مسیرش مزکش... میاد <صراح> بار مرسی از اینکه اومدی افتخار دادی واقعا, واقعاً واسه افتخار بود برام خیلی سالود با هم کار کرده بودیم این حرف هم خیلی وقتا با هم دیگه میزدیم ولی هیچ جا پیش نمی که بشیم اینجوری صحبت کنیم فکر کنم این سری خیلی مفیدتر تونستیم صحبت بکنیم و اینکه دمت گرم واقعا امیدوارم که هر روز موفق تر باشی هر روز بیشتر از روز قبلت پیشرفت کنی با هم کار خفن تر بزنیم و, و کیف کنیم خالصه. مرسی از تو که یه همچین پادکستی درست کردی ده که ده مطمئنا وقت. به درد خیلی ها میخوره حتما به قسمت دیگه هم ببینید حالا ب... که دوست دارم بلاگرش هم بیان تو کار ام... اینستاگرام و اینفلوئنسرشان این واسه شون بفکر کنم آره. دکتر رو نمیدونم آره همه سبک آدمی داریم یعنی واقعا هر کی با هر سلیقه ای میتونه بشینه پادکست هر شب رو بب... میتونید یه کدومش رو ببینید و و هدفم هم این بوده که میدونی واقعا با آدم یه چیزی اضافه کنم الان تو یه حرفایی زدی خب که واقعا یه چیزی داره به یه آدمی اضافه میکنه این که فقط بشینیم اصلا دیگه تعریف کنیم و مثلا گولی مگولی بازی در بیاریم نباشه دیگه آمیدوارم موفق باشید همتون مرسی مرسی که این اپیزود رو دیدیم بچه ها تا اپیزود بعدی چکرم